خب میخوام آموزش اسپاین ها رو بهتون بدم که اسپاین 5، اسپاین 6 و اسپاین 3 هست. الان آموزشی که بهتون میدم لو آرکید هستش که اسپاین 5 هستش. اسپاین 5 که میرسیم باید خطامون رو کاملا بخوابونیم که شکل اسپاین ایجاد شه.
الان میخوایم آموزش اسپاین 6 رو بدیم که تا این قسمت هست، بالاترین نقطه قوس ابرو و همون ایژیه. هرچی به سمت نقطه 6 میریم خطامونو میخوابونیم که خط اسپاینمون به وجود بیاد. اگر جایی خالی تر هست میتونید خطای قبلی رو بکشید پایین تر، ولی خط جدیدی اضافه نکنید اصلا، برای اینکه اگر بخواییم پرتر بشه. خطای بالا رو دقیق میخوابونیم رو خط اسپاین. یادم باشه که اصلا نباید خط اسپاین رو قطع کنه.
خطا رو بلندتر میکنم که پرتر بشه. شیپ ابرو رو رسم میکنم روی لاتکس. میخواییم هید اسکیل رو بهتون آموزش بدیم، اسپاین 3 که از اینجا شروع میشه تا انتهای نقطه شماره 3 تمام میشه.
خب میخوام یه سری ایرادایی که خیلی دارن و با این آموزش برطرف کنم، مخصوصا قسمت تاج ابرو هست. خب خیلی تاج ابرو رو که میخوان بکشن به این شکل شروع میکنن میکشن، همینجوری ادامه میدن تا انتها، بعد بدونن که اصلا این کار درست نیست و اشتباه هست. خیلی ها شروع میکنن از نقطه بالا تاج ابرو رو کشیدن، یعنی از اینجا یه دونه میکشن کج، یه دونه میارن پایین، یه دونه میارن این ور، یه دونه میارن این ور. این کار هم اشتباه هست. یا مثلا با زاویه که میکشن خیلی صاف، کوچیک کوچیک، صاف 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 این به این حالت میکشن، خب این کار هم اشتباه هستش. یا یه دونه میکشن، یه دونه دوتایی میرن، دوباره یه دونه دوتایی میرن، دوباره یه دونه دوتایی میرن، دوباره یه دونه دوتایی میرن. این طریق کشیدن هم اشتباه هستش. من طریق درست حالا میخوام براتون بکشم که ببین. طریق اول کشیدنش به این شکل هست. اولی کوچکتر، سطح طراحی لمس نمیکنه. دومی یه مقدار خمتر، بازم لمس نمیکنه. سومی همینطور. چهارمی سطح طراحی رو لمس میکنم به این شکل. دوباره میکشم ببینید، یک دو سه چهار، به این میگن استپ یک. حالا اگر که بخواید استپ دو رو بهش اضافه کنید، یک اول استپ یک رو میکشم، درشت درشت میکشم که کامل ببینید. استپ دو رو از داخل این رد میکنم که به سطح برسه، سطح طراحی میرسه. این استپ دو. حالا اگر که بخواید تاجای مختلفی برای پرفکشن برای ابروتون طراحی کنید، میتونید به شکل‌های مختلف این طرح بکشید. خب برای اینکه بتونید تاجو به صورت حالا دوره پرفکشن انجام بدین که خیلی حرفه‌ای باشه، میتونید خطا رو ریستر بکشید. فاصله که بین اینا هست میتونید یکی دیگه اضافه کنید. به این شکل. اگر بخواید صافتر این کار رو انجام بدید، خط اولی یکم به سمت بیرون، دومی به سمت بیرون، سومی یه ذره داخل تر، که به صورت تاج ابروی صاف، سر ابروی صاف هستش که به صورت بولت هم میشه گفت. میخواستم یه توضیح از بلیدتون بدم که بلید یو که به طور گرد هستش سرش، موقعی که میخواین کار کنید حتما رنگتون رو از کنار بردارید، به این میزان بردارید و اینکه موقعی که میخواین یه خطی رو رسم کنید حتما این زاویه رو داشته باشید و خط رو از کنار بلید بکشید و عمق دستتون نه خیلی زیاد باشه، فشار دستتون نه خیلی کم.